حمله طالبان بر یک مکتب و به آتش زدن ساختمان این مکتب با واکنش تند مقامهای محلی و اتحادیه معلمین فراه روبرو شده است. طالبان دو شب قبل ساختمان یک مکتب دخترانه را هدف قرار دادند و آن را حریق کردند. بزرگان قومی تاکید می کنند که نباید مخالفین مسلح دولت به تأسیسات عامل منفعه ضربه بزنند. این گزارش را همکارم خوشحال زلاند از ولایت فراه فرستاده است. همین چند شب قبل ساختمان لیسه دخترانه تیویش در مرکز فراه از سوی افراد مسلح آتش زده شد که خسارات انگفته مالی را در پی داشته است. محمد عظیمی رئیس معارف فراه میگوید در لیسه تیویش که مرکز فراه بیش از 1000 دانش آموز دختر مصروف آموزش و با به آتش کشیدن ساختمان آن، این دختران از رفتن به مکتب محروم شدند. متاسفانه یک شب پیش مکتب نسوان شهید بنفشه، یک از لیسه‌های فعال ما که نزدیک به 1000 شاگرد داره که خواهرای ما مصروف تعلیم تربیه هستن، سوختانده شده و هنوز ما علت و انگیزه از را هیچ نمیفهمیم. تحقیقات جریان داره، بر ما هیچ معلومات و سرنخی وجود نداره که کار کی میتونه باشه، آیا انگیزه های شخصی وجود داشته. آتش زدن این لسه در مرکز فراه واکنش جدی اتحادیه معلمین ولایت فراه را برانگیخته است. رئیس اتحادیه معلمین فراه معارف را غیر سیاسی می‌خواند و از مخالفین مسلح دولت می‌خواهد تا به مکاتب و دانش آموزان ضرری نرسانند. مکاتب و مدارس و سیزل در حکومت کم گت نرسیشی، زکر چی دلت در عام خلقو در دی طول و بیوزن و بیشاره و لس در دوی اولادون بکشیک در بکیشی. ستاسی دمدی تلویزیون او در رادیو دلاری سخه خپل طول و محترم و دوستان و که با حکومتی چارو اپنو که دی او کچیر اپوزیسیون در دولت دی از مشت خدا خوشتر دی چه معارف غیر سیاسی دی. مسئولین در معارف فرا تاکید می کنند که جهت پیشگیری از ادامه آتش زدن مکاتب از سوی افراد مسلح در این ولایت با بزرگان قومی و باشنده های محلی وارد گفتگو شدند. ما بیشتر از طریق شوراها و از طریق مشاورین و از طریق کسای همکارای ما همیشه با بزرگان قوم، با موسفیدان، اهل قلم، اهل خبره، معارف دوست ما در تماس هستیم و همیشه کوشش کردیم که بیشتر مردم متوجه مسئولیت ها کنیم و ما بیشتر معارف متعلق به مردم میدانیم، چون مردم هستن. اگر کیفیت بالا باشه اولاد از اونا مستفید میشن، اگر خدای نخواسته کیفیت پایین باشه مردم متضرر میشن. بنابراین ما میخواییم که مردم در تمام پروسه ها دخیل کنیم. هرچند افرادی که لسه تیویز که فراه را با آتش کشیدند خود را طالبان معرفی کرده بودند، اما طالبان مسلط یک نامه از سوی امارتشان آتش زدن این لسه را بردوش نگرفته است. اما باشنده های فرانی سوختانن لسه تیویس را کاری یک از گروه های طالبان مسلح می دانند و آتش زدن مکاتب را تقبیح و غیر اسلامی می دانند.